تظاهرات و راهپیمایی در پاریس در حمایت از قیام مردم ایران. 11 آذر 98، 2 دسامبر 2019، قسمت سوم. دومینیک دوفور، رئیس پیشین کمیته پارلمانی برای ایران دموکراتیک و رئیس مجتمع شهری منطقه سرژی پونتواس، سخنران دیگر این مراسم بود. وی گفت برخلاف ادعای رژیم، این نتیجه یک توطئه بین المللی ناشی از توطئه سیا یا سرویس های مخفی دیگر نیست. این ابراز وجود مردمی است که دیگر این رژیم را نمی خواهند، چون خیلی ساده این رژیم دشمن مردم ایران است. امروز لازم است دولت فرانسه موضع روشنی داشته باشد. مذاکره با این رژیم امکان ندارد، اولا به خاطر اینکه رژیمی است که امروزه این منطقه حساس جهان را به شدت بی ثبات می کند. از طریق دخالت منحوسش در عراق، در سوریه، در یمن و سایر نقاط. این رژیم همچنین حقوق مردم ایران را نادیده می‌گیرد. فرانسه مهد حقوق بشر باید موضع ساده و روشنی داشته باشد. تا وقتی این حکومت حقوق بشر را در ایران محترم نمی‌شناسد، بدانید که موضع ما روشن است. دولت فرانسه نباید روابط کنونیش با حکومت ایران را ادامه دهد، مگر اینکه قبل از آن بلند بر رسا درخواست برای احترام به حقوق بشر را در مقابل آنها قرار دهد. Sous cette mandature tiendront le même message, mais sachez que pour nous la chose est claire, le gouvernement français ne doit pas continuer ses relations actuelles avec le gouvernement d'Iran sans porter avant et très fort le respect des droits de l'homme en Iran. Merci. Chers amis, quel moment important où nous nous retrouvons aujourd'hui ici, dans ce lieu si symbolique, comme vient de le dire mon ami Jean-Pierre Muller. Oui, les droits de l'homme. Oui, le combat pour la liberté, c'est le combat du peuple d'Iran. En ce moment, le peuple d'Iran se soulève. Chacun le voit. ژان‌پیر بکی، شهردار پیشین اوبرسورواز، در سخنان خود در حمایت از قیام سراسری مردم ایران، با یادآوری مبارزه مردم ایران برای آزادی و قیمتی که در برابر سرکوب و جنایت‌های رژیم آخوندی تا کنون برای آن پرداخته، گفت امروزه هیچ دولتی در جهان نمیتواند کوچکترین مماشاتی با آنچه که این رژیم علیه مردم ایران انجام میدهد بکند. رژیمی از نفس افتاده که به منظور حفظ خود در قدرت هر جنایتی را مرتکب میشود. شما میدانید من شهردار افتخاری اوبرسورواز هستم. سالهاست میزبان مرکز مقاومت ایران هستم. شما میدانید تا چه میزان از همبستگی و حمایت ما برخوردارید. این مبارزه مردم ایران است، اما مسئله فراتر از ایران است. این مبارزه تمامی یک منطقه جغرافیایی است که شایستگی صلح، آزادی و دموکراسی را دارد. زنده باد آزادی، زنده باد مردم ایران، به زودی دیدار در تهران. C'est le combat de toute une zone géographique qui mérite la paix, qui mérite la liberté, qui mérite la démocratie. Vive la liberté, vive le peuple d'Iran. À bientôt à Téhéran.
Chers amis, nous sommes rassemblés ici pour plusieurs raisons. همچنین جرار لوتون نماینده سندیکای دانشگاهیان فرانسه در پیامی به شرکت کنندگان حمایت شماری از سندیکاهای کارگری، معلمین، روشنفکران و فعالین حقوق بشر فرانسوی از این تظاهرات را برشمرد و ضمن محکوم کردن سیاست مماشات با آخوندهای خونریز در ایران گفت ما برای حمایت از قیام علیه دیکتاتوری مذهبی در تقریباً 200 شهر ایران در کنار معترضین برای محکوم کردن سرکوب وحشیانه که با هدف در هم شکستن جنبش صورت می‌گیرد، برای همبستگی با صدها معترض که در این زمان به خاک افتادند ایستاده ایم. برای انجام یک تحقیقات و جلوگیری از انتقامگیری رژیم از دستگیر شدگان، ده‌ها شخصیت فرانسوی فراخوان این گردهمایی را امضا کردند. وی با برشمردن شماری از انجمنها، سازمانها و شخصیتهای فرانسوی که این فراخوان را امضا کردند، خواستار شناسایی رسمی مقاومت ایران در فرانسه و کشورهای اروپایی شد. Demander que soient écoutés en France les opposants et que notamment soit officiellement reconnue la résistance iranienne dont de nombreux activistes ont été tués, blessés, incarcérés depuis le début de la révolte. Vive le futur Iran libre et démocratique. L'Iran connaît actuellement son plus grand bouleversement politique depuis la révolution de 1979. هموطنان عزیز، دوستان گرامی، ایران بزرگترین حرکت سیاسی خود را از زمان انقلاب 1979 تجربه می کند. شورای ملی مقاومت ایران مدت هاست تأکید می کند که ایران وضعیت انفجاری دارد، زیرا این رژیم در جنگ‌های منطقه‌ای در عراق، لبنان، سوریه و یمن منابع ملی را هدر می‌دهد، در حالی که قادر به تأمین نیازهای پایه‌ای مردم نیست. کنسل ناسیونال در رزیستانس ایرانیان افیرم دپی لونگ تام که لیران ای کم اون پودریر دو فی که رژیم گستی ده رسورس ناسیونال در لگیر ریژیونال آن ایراک، آن سیری. مردم ایران کاملا مخالف برنامه تسلیحات هسته‌ای آخوندها هستند که هدف آن طولانی تر شدن عمر رژیم است و ده ها سال است که از سیاست مماشات غرب سود برده. مقاومت در ایران با فعالیت زیاد این هزار کانون مبارزه را تشکیل دادند، به طوری که حتی رسانه‌های رژیم نیز در جریان قیام اخیر به تفصیل گزارش دادند. در اثر اقدامات و فداکاری‌های آنها می توانیم بگوییم همانطور که جنرال دوگل در آزادسازی فرانسه گفت، ایران به شهادت رسید اما ایران آزاد شد. از توجه شما متشکرم. خانم‌ها، آقایان، با سلام و درود بر شما و درود فراوان بر زنان و مردان دلیر ایران زمین که در قیام‌های پرشکوه آبان ماه امسال جلوه‌ای درخشان از مبارزه برای آزادی، رهایی و عدالت را نشان دادند. همچنین درود می‌فرستم به مردم عراق و لبنان که عمق استراتژیک رژیم ولایت فقیه را با گام‌های استوار خود زیر ضربه گرفتند
و نشون دادن که پشتیبانی استبداد دینی حاکم بر ایران عامل اصلی استقرار حکومتی فاسد و فرقه‌ای در عراق است. تصدیق میگویم به خانواده شهدای قیام ها و خیزش های مردم ایران و عراق و ستایش میکنم از مقاومت زندانیان سیاسی که زیر شدیدترین شکنجه ها قرار دارند. آنچه اکنون در میهن ما میگذرد انکشاف بحران و شرایط انقلابی است که از سال 1388 آغاز شد. طی 10 سال گذشته بیش از 15,000 حرکت اعتراضی بزرگ و کوچک از جانب فرودستان و نیروهای کار در سراسر ایران صورت گرفته است. خیزش‌های پردامنه در دی ماه سال 1396 که به گفته یک کارگزار سیاسی امنیتی رژیم در 160 شهر جریان داشته، جنبش‌های کارگران، معلمان، پرستاران، دانشجویان، جوانان، زنان و ملیت‌ها نشان می‌دهد که مردم ایران رژیم استبدادی مذهبی ولایت فقیه و جمهوری اسلامی با همه دستبندی‌ها و باندهای درونی آن را بر نمی‌تابند و خواستار سرنگونی این نظام جهل و جنایت هستم. متشکرم که به من گوش کردید. این تازه اول راه است. در 187 شهر شجاعانه و غرورآفرین به پا خواسته اید. جهان همچنان در حیرت وسعت و همگیری این خیزش مردمی است. خونهای به خاک ریخته شده شهدای قهرمان و قیام آفرین شجاع ما، جوانان به پا خواسته و زنان غرورآفرین شورشی گواه این است که این خیزش سر بازی ایستادن ندارد و تا پایان سرنگونی تمام و کمال این جانیان ددمنش و صفاک ادامه دارد. سر تعظیم فرود می آورم بر شهدای به خون خفته خیزش و احساس غرور می کنم از پدران و مادرانی که چون این قهرمانان شجاعی را در دامان خود پرورش دادند. قهرمانانی که نامشان در تاریخ مبارزات مردم ایران برای به دست آوردن آزادی و برابری ثبت خواهد شد. درود بر زنان شورشی و پیشتاز. درود بر کانونهای آتش افروز شورشی و شوراهای مقاومت. درود بر ارتش آزادی بخش و قلب تپنده انقلاب اشرف سه در آلبانی. زنده باد آزادی و برابری. سخنم رو با شعار مسعود پایان میدم. البته همه با هم: آتش جواب آتش، آتش آتش شعله برکش، آتش 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 شعله برکش. ای ملت پادر بند از شیخ حذر کن هان، این ذلت بی حد را در مد نظر بنشان. این قوم چو جغد شوم بنشسته به مرز و در کارگاه ظلمت در دار
میزنیم.